بله حتما همینطوره. خب ما از مدت ها قبل پیگیر اکران این فیلم بودیم و خوشبختانه با مساعدت اداره کل ارزشیابی و معاونت سینمایی این فیلم پروانه نمایشش، هر دو فیلم پروانه نمایش گرفته دیگه. بله نه خیر، شیرین بازبینی شده، البته در ابتدا رد شد، اما گفتم خدمتتون که مساعدتی که آیه سجادپور داشتن راجع به این فیلم و به خاطر احترامی که به حال با آقای کیارستمی قائل هستم، شیرین پروانه نمایش داره، اما کپی اصلاحاتی در رابطه با پوشش خانم بینوش داده شده از طرف شورای پروانه نمایش که ما انشالله حل خواهیم کرد و موافقت کارگردان رو هم در این زمینه داریم. یعنی موافق خواهد بود آقای کیارستمی که این کار اصلاحات بشه و فیلم به اکران عمومی در بیاد؟ بله بله بله. با زیرنویس اکران میکنین دیگه، بدون دوبله، با صدای اصلی اکران میکنین دیگه؟ والا ما سعی میکنیم در دو نسخه داشته باشیم، یعنی دوبله هم بکنیم فیلم رو و به حال با سینمادارانی هم در سطح تهران صحبت کردیم که در واقع ببینیم میزان مخاطب چگونه خواهد بود با زیرنویس فارسی و همینطور دوبله فیلم. برای فیلم کپی برابر است. البته مسئله در طور رایت فیلم هست که انشالله من ناظر فرانسه خواهم شد و رایت فیلم رو خریداری میکنم برای نمایش در ایران. و کپی برابر در گروه اکران خواهد شد، هم گروه اکران یعنی مخاطب خاص یا گروه آزاد؟ گروه آزاد خواهد، گروه آزاد اکران خواهد شد که مخاطب خاص هم قراره بذاره تو برنامهش دیگه. ولی مذاکره با جمع دورمنش داشتیم در این رابطه، حالا منتظر در واقع زمان هستیم. البته شیرین رو ما در ابتدا اکران خواهیم کرد. کی خواهیم کرد؟ اکران شیرین کی شروع میشه آقای؟ ولی با توجه به موضوع فیلم، ما تصمیممون این هستش که مهر ماه فیلم رو اکران بکنیم که مخاطبان دانشجویان سینما هم بتونن استفاده بکنن. و بعد از اون نوبت کپی برابر است میرسه که شما رایتشو بگیرین و بیاین. بله رایتشه که به زودی خریداری میشه و سعی میکنیم که فاصله زیادی هم بین اکران اون و کپی برابر است نباشه. خیلی متشکرم آقای رحیمی، با آرزوی موفقیت و با آرزوی اکران این دو فیلم برای بینندگان عزیز. حتما حتما ممنونم، سپاسگزارم، شبتون بخیر. خیلی متشکرم.